دنبال کردن خبرهای مربوط به ایران در این روزها به دلیل شمار و تعداد بالای آن دشوار است، به خصوص که کلمه اسلام حکومتی هم اجازه نمی دهد نام ایران آنگونه که باید شنیده شود. عزاداری در عراق حسنش در این بود که در همان کربلا اجازه بود پرچم کشور به دست مردم گرفته شود، و این در حالی که طی این سالها پرچم امریکا در خاورمیانه متحمل بیشترین آتش زدنها شده است. برحال تهدید به دولت و یا کشور و یا پرچم درباره اسرائیل گونه دیگری است، اما این سخنان کوتاه را بشنوید که از اولتیماتوم به ایران فراتر می رود. אבל אנחנו עומדים איתן מול מבקשי נפשנו, אנחנו עומדים בנחישות ובעוצמה. מי שמנסה לתקוף אותנו יספוג מכה מוחצת ביותר. בעד אז עמליות דישב עשוי איראן حمله به یک پایگاه، آقای ترامپ میگوید همه چیز خوب است، در عین اینکه رسانه ها اشاره به این نکته دارند دیگر آقای ترامپ مراکز فرهنگی را تهدید نمی کند. از جمله نشریه واشنگتن پست به این نکته اشاره کرده است. در عوض در خود امریکا تظاهرات بر علیه جنگ در عراق برپاست. نشریه پاریزیان دسترسی به نامه‌ای پیدا کرده که به عراق گفته می‌شد امریکا نیروهای نظامیش را از عراق خارج خواهد کرد. اما اگر می‌خواهید تعریف پنهان موضوع را بدانید، شاید این باشد که چه دولتی خواهد ماند و چه دولتی باید برود و نفوذی این گونه در عراق نباشد. کانادا در عراق 500 سرباز دارد، آلمان 120 سرباز که تازه همین عده را هم قصد دارد کاهش و تعدادی را به اردن و یا کویت بفرستد. فرانسه چنین قصدی ندارد و نیروهایش را در عراق نگاه می دارد. اما این خبر را که به تفسیر طولانی نیاز دارد در همین یک جمله بخوانید. دبیر کل اوپک آقای محمد بارکینه می گوید در عملیات نظامی عراق خدشه‌ای به تولیدات نفتی وارد نیامده است. به حال اینک این اتحادیه اروپاست که روز جمعه در نشست خود وضعیت را تا اندازه‌ای مدیریت خواهد کرد. خانم اورسولا وندرلین به زودی راهی امریکا می شود تا با آقای ترامپ ملاقات کند، اما تاریخ آن مشخص نشده است. در ارتباط با منطقه آقای پومپئو با نخست وزیر منطقه کردستان آقای بارزانی گفتگوی تلفنی انجام داده است. خبر تأسف‌بار صبح امروز این که یک هواپیمای بوئینگ متعلق به اوکراین 8 دقیقه بعد از پرخاست ابتدا آتش و سپس در زمین منفجر شد. تصاویر دردناک است. 176 مسافر، 9 خدمه. در جمع مسافران 82 ایرانی، 63 کانادایی، 11 نفر شهروند اوکراین، 10 نفر سوئدی، 4 افغانی، 3 آلمانی و 3 بریتانیایی. رئیس جمهور اوکراین مرگ مسافران را تایید و گفت عملیات نظامی و یا تروریستی در کار نبوده است. همین ماه گذشته بود که در فهرست امنیت پرواز شرکت هواپیمایی آسمان متعلق به جمهوری اسلامی در اروپا ممنوع پرواز شد. روز گذشته آقای مکرون تلفنی با آقای روحانی گفتگو داشت و بار دیگر به طور مستقیم از وی خواست تا رولان مارشال و فریبا عادل‌خواه آزاد شوند. ظاهرا اتهام جاسوسی که به آسانی به خانم عادل‌خواه زده شده بود به همان آسانی هم برداشته شد، ولی او همچنان با دو اتهام دیگر کاملا روبروست. این دو اتهام که بیشتر به کمدی میماند اقدام علیه امنیت است. حکومت ادعا دارد هر زمان خانم عادل‌خواه به دفاع از این حکومت در رسانه‌های معتبر جهان پرداخته اقدامی علیه امنیت می بوده است. و حالا در پایان در چین در جشن قصر یخ که همراه با مراسم جمعی ازدواج، آتشبازی و شنا همراه است، دکه امروز را می‌بندیم. ما برای پرسیدن نام گلی ناشنا چه سفرها کرده‌ایم.
که سفرها کرد.